آوارگان سیلاب های اخیر از ولسوالی یفتل پایان در گوشه ای از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در انتظار کمک دولت و نهادهای کمک کننده. شماری از آنان میگویند که در بی سرپناهی به سر میبرند تا اکنون کوچکترین توجهی از سوی حکومت به آنان نشده است. ما با اثر سیلاب، با اثر بارندگی، با اثر چی خانه ما چپه شده، زمین ها ما آب برده، ما یک زندگی که داشتیم از دست ما رفتم. ما به فیض‌آباد فرار کرده آمدیم از گشنگی و از فقر فقار. حکومت با ما سا کمک کرد نیست، دمی 20 روز آمدیم حکومت با ما یک کمک کرد، حکومت ما خرده بری را باست رسی کرد. هیچ متکا و دیگه هیچ آید پیدا بمانی قریب اشتخواه من در میدانم تای ماندگی سی. مریض شده؟ مریض میشه میبریم، کسی طویل ما نمیگیره چی پیدا نمیکنیم، هم تای ماندگی سی در میدان. از سوی هم اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که سیلاب های اخیر خسارات هنگفتی مالی و جانی را در شماری از ولسوالی های دوردست این ولایت به بار آورده است، اما تا هنوز کدام برنامه‌ای به هدف تشخیص میزان خسارات وارده سیلاب ها از سوی حکومت عملی نشده است. باور من به این که موضوع صحت نداره و بحث دوم که این متضررین اساسا از قریجات دوردست بجا شدن آمدند در مرکز فیض‌آباد. ما اینا را در دو محل مورد سروی ارزیابی قرار دادیم، اینا فوق العاده است، کمک ما مستفید شدند. کمک های مواد غیر غذایی که شامل کمپل، پیکنیک، ظروف، سولر و آنچه نیازمندی های یک خانواده است در هماهنگی نزدیک با ما از طرف اداره آیوم برشان توزیع شد. تنها این 14 فامیل در ولایت بدخشان نیستند که با مشکلی بی سرپناهی روبرو هستند، بل شمار زیادی از فامیل ها به دلیل دوری را و نبود امکانات در ولسوالی های دوردست بدخشان بیجا شده اند، اما توان آمدن به مرکز این ولایت را ندارند.